در این درس عبارت ها و جملات رایج و کاربردی رو با لغت where با هم بررسی کنیم و با هم تمرین کنیم و یک بار برای همیشه خوب اونها رو یاد میگیریم و با کاربرد واقعی where در جمله های انگلیسی آشنا میشیم Where are we? Where are we? where یعنی کجا are یعنی هستیم we یعنی ما where are we یعنی ما کجا هستیم حالت سوالی و میگه ما کجا هستیم فرض بگیرید که دو نفر در حال صحبت کردن هستند و یکیشون خیلی اون محل رو بلد نیست از اون یکی میپرسه ما کجا هستیم where are we دقت بکنید دوستان در مورد تلفظ دابلیو هر وقت که در انگلیسی به دابلیو رسیدین لبهاتون رو حالت بوسه کنید وقتی که حالت بوسه میکنید نحوه تلفظ دابلیو در انگلیسی به این صورته لبها باید حالت بوسه باشه Where are we? ما کجا هستیم? Where are we? Where is Mori? Where is Mori? Is یعنی است موری یعنی یک فردی به اسم موری و همونطور که میبینید اسم افراد باید با حرف بزرگ در انگلیسی شروع بشه نوشتنشون Where is موری یعنی موری کجاست در مورد تلفظ R در انگلیسی هم باید دقت بکنید زبونتون جمع میشه یا نزدیک به سقف دهان میشه و آر به این صورت بیان میکنید Where is Mori؟ یعنی موری کجاست؟ Where is Mori؟ Where are you? Where are you? Where که یعنی کجا are یعنی هستی you یعنی تو where are you یعنی تو کجا هستی یکی از سوالات بسیار رایجیه که مادرها میپرسن یا پدرها ممکنه بپرسن کجا هستی where are you الان کجایی where are you where are you Where is Paris? Where is Paris? Paris? یعنی پاریس در انگلیسی گفته میشه پاریس حالا شما میتونید به جای پاریس هر کلمه ای رو بگذارید و بگید فلان شهر کجاست Where is Paris? Where is Paris? Where did you go? Where did you go? Go یعنی رفتن. Did برای سوالی کردن از افعال کمکی استفاده کرده در اینجا. Where did you go? یعنی تو کجا رفتی؟ فرض بگیرید که یکی از دوستاتون با شما بوده بعد میاد ببینید نیست. به زنگ میزنید یا وقتی دوباره میاد بهش میگید Tukujarafti, where did you go? Where did you go? Where is my book? Where is my book? book که میدونید یعنی کتاب my book یعنی کتاب من where is my book یعنی کتاب من کجاست حالا یه موقع اگر خدایی نکرده کتاب خون مثلا بودید کتابتون رو اگر گم کردید میتونید از این عبارت استفاده بکنید where is my book کتاب من کجاست به جای book میتونید هر شیعی که مد نظرتونه رو قرار بدید مثلا فلان چیزم کجاست بهمان چیزم کجاست انگار شما همه چیزتون رو گم میکنید هز میتونید بپرسید فلان چیزم کجاست Where is my حالا اون چیزتون Where is my book Where is my book Where do you live Where do you live Where یعنی کجا You live یعنی تو زندگی میکنی Live یعنی زندگی کردن دقت بکنی دوستان در مورد تلفظ ای در Live ای کوتاه بین ای و ای و نگفتم leave Leave یعنی ترک کردن جایی از جایی رفتن Live با این ای کوتاه یعنی زندگی کردن You live یعنی تو زندگی میکنی Where do you live یعنی تو کجا زندگی میکنی فرض بگیرید که با یه خانومی یا با یه آقایی در آشنا شدید حالا باش دوست شدید دارید مخ میزنید حالا ازش میپرسی کجا زندگی میکنی Where do you live تو کجا زندگی میکنی Where do you live Where do you live Where is, my watch? Where is my watch؟ Where is یعنی کجاست؟ My watch یعنی ساعت من Where is my watch؟ یعنی ساعت من کجاست؟ فرض بگیرید که میخواید برید سر کار یا میخواید برید دانشگاه، مدرسه دنبال ساعتتون میگردید و نمیدونید کجاست پیداش نمی کنید میپرسید Where is my watch؟ satyamanku just where is my watch where is my watch where is room 115 where is room 115 room yani otak 115 یعنی 115 و در مورد تلفظ 15 دقت بکنید که استرس روی بخش دوم یعنی روی تین در مورد اعداد 13 تا 19 باید دقت بکنید که به این صورت تلفظ بشه تین آخرشون where is room 115 اتاق شماره 115 کجاست فرض بگیرید که شما رفتید داخل یک هتل و اتاق شما اتاق شماره 115 است از پیش خدمت میپرسید Where is room 115 اتاق شماره 115 کجاست Where is room 115 Where is room 115 Where is the pain? Where is the pain? Pain یعنی درد. Where is the pain? یعنی درد کجاست یا کجا درد میکنه؟ فرض بگیرید خدای نکرده تشریف بردید دکتر جایتون درد میکنه. دکتر از شما میپرسه Where is the pain? درد کجاست؟ کجا درد میکنه؟ Where is the pain? Where is your cap? Where is your cap? Cap یعنی کلاه. Where is your cap? Your یعنی مال تو. Where is your cap? یعنی کلاهت کجاست. Where is your cap? Where is your cap? Where are you from? Where are you from? From یعنی از در مورد تلفظش دقت بفرمایید نگفتم فرام From یعنی از Where are you from? یعنی از کجا هستی یا اهل کجا هستی فرض بگیرید تشریف بردید یک کشور خارجی و طرف از شما میپرسه Where are you from? یا شما از طرف میپرسید Where are you from? اهل کجایی؟ تو از کجا اومدی؟ Where are you from? Where does it hurt? Where does it hurt? Hurt یعنی صدم دیدن Where does it hurt؟ یعنی کجا درد میکنه؟ مثلاً باز فرض بگیرید که دکتر تشریف بردید، دکتر از شما میپرسه Where does it hurt؟ کجا درد میکنه؟ Where does it hurt؟ Where does it hurt؟ Where is your room Where is your room room یعنی اتاق your room یعنی اتاق تو where is your room؟ یعنی اتاق تو کجاست ؟ فرض بگیرید در هتل یک خانوم زیبا میبینید بیننید و باهاش سرگرمه صحبت میشید و ازش خوشتون میاد و میخواید بدونید که آیا تو این هتل یا اینکه اتاقش کدوم اتاقه Where is your room؟ Where is your room? Where should we go? Where should we go? We یعنی ما. We go یعنی ما می رویم. Should یعنی باید. Where should we go؟ یعنی ما باید کجا بریم؟ فرض بگیرید که میخواهید به یک پیکنیک تشریف ببرید تعطیلات و میخواهید برید پیکنیک و از پدرتون میپرسید Where should we go؟ ما باید کجا بریم؟ Where should we go؟ Where was Mori born؟ Where was Mori born؟ born یعنی به دنیا آمدن was born یعنی به دنیا آمده where was موری born یعنی موری کجا به دنیا آمده این عبارت رو میتونید برای هر کس دیگری استفاده بکنید به جای موری میتونید اسم یک فرد رو بگذارید سارا، تقی، اسقر، داوود، ملیحه هر کسی که دوست دارید میتونید در اینجا قرار بدید و این سوال رو بپرسید where was موری born موری کجا به دنیا اومده؟ where was mori born where was mori born where will we meet where will we meet meet یعنی ملاقات کردن یا دیدار کردن we meet یعنی ما ملاقات میکنیم will برای حالت آینده ساده است where will we meet یعنی ما کجا ملاقات یا دیدار خواهیم کرد فرض بگیرید که قرار گذاشتید با یک خانوم یا با یک آقا و ازش میخواید بپرسید که کجا قراره که همدیگر رو ببینید از این سوال استفاده میکنید دقت بکنید دوستان در مورد تلفظ دابلیو ها ستاشون حالت بوسه باید لبهاتون باشه Where will we meet? Where will we meet? Where is the museum? Where is the museum? Museum یعنی موزه The museum یعنی اون موزه خاصی که شما دارید در موردش با مخاطبتون صحبت میکنید Where is یعنی کجاست Where is the museum یعنی موزه کجاست اون موزه کجاست Where is the museum? Where are you going? Where are you going? Are you going? یعنی آیا تو داری میرو where are you going؟ یعنی تو داری به کجا میرو you are going حالت حال استمراریه یعنی تو داری میرو where are you going حالت سوالیشه یعنی تو داری به کجا میرو؟ فرض کنید دوستتون رو می بینید و می بینید که داره میره جایی ازش میپرسید where are you going تو داری کجا میری که مثلا شما هم باهاش همراه بشید و باهاش برید where are you going؟ Where are you going? Where are my glasses? Where are my glasses? Glass یعنی شیشه. Glasses یعنی عینک حالت جمع. چرا جمعه؟ چون دو تاست. دو تا چشم داره دیگه. Glasses یعنی عینک در مورد تلفظش دقت بکنید. گلاس نگفتم گلاس glass. glass glass my glasses یعنی عینک من where are my glasses یعنی عینک من کجاست و با توجه به اینکه حالت جمع برای چیزایی که دو مثل شلوار مثل عینک یا اینا استفاده میشه فعلش هم به صورت جمع میاد where are my glasses یعنی عینک من کجاست where are my glasses Where are my glasses? Where is the station? Where is the station? Station یعنی ایستگاه The station اگر دقت بکنید The بعدش station و با توجه به ای که S در station بی سداست میچسبونمش به the میشه the station the station نگفتم the station این تلفظ اشتباهه the station یعنی اون ایستگاه خاص که دارید در موردش با مخاطبتون صحبت میکنید where is the station یعنی اون ایستگاه کجاست where is the station where is the station Where is your father? Where is your father? Father یعنی پدر دقت بکنید دوستان تلفظ TH در father زبونتون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید ز, ز زنبور میشه father Your father یعنی پدر شما یا پدر تو Where is your father یعنی پدرت کجاست پدر محترمتون کجاست امیدوارم که سایه پدرتون بالای سرتون باشه و سلامت و خوشحال باشه Where is your father Where is your father Where is your school? Where is your school? School یعنی مدرسه. Your school یعنی مدرسه ی تو. دقت بکنید دوستان. S در school بی صداست اولش و صدایی نداره. پس ما هم صدایی اضافه نمی کنیم. نمی گیم school. school, yani madrese, your school, yani madrese, yeto. where is your school, yani madrese, yeto kojast? where is your school? where is your school? where were you going? where were you going? going یعنی در حال رفتن you were going یعنی تو داشتی میرفتی where were you going حالت سوالیشه یعنی تو داشتی به کجا می رفتی where were you going where were you going where are the showers Where are the showers? Shower یعنی دوش. در مورد تلفظ shower دقت بکنید به این صورت. Shower, shower یعنی دوش. Showers یعنی دوش ها. The showers یعنی اون دوش های مشخص که شما و مخاطبتون میدونید منظور کدوم دوش هاست. مثلا فرض بگیرید که تشریف بردید استخر وای وای وای. استخرم که خارج از کشور و مختلط عیشه ها حالا از یه نفر میپرسید یا از اون خدمه استخر میپرسید دوش ها کجان؟ Where are the showers؟ Where is Mori teaching؟ Where is Mori teaching؟ Teaching یعنی درس دادن در حال درس دادن در واقع این جمله بوده موری is teaching موری داره درس میده حالا حالت سوالی و میخوایم جاش هم بدونیم Where is موری teaching موری داره کجا درس میده موری کجا در حال درس دادنه حال استمراریه Where is موری Where is موری Where do you live Where do you live you live yani to where do you live yani to koja zindegi mikoni hala man mi where do you live where do you live where are my keys Where are my keys? کی key یعنی کلید. دوستان خیلی دیده میشه بعضیا میگن کی. دوستان تلفظ کی اشتباهه کی یعنی کلید. مثلا کیبورد نمیگیم کیبورد کیبورد یعنی کیبورد. کی key یعنی کلید. کیز یعنی کلیدها. مای کیز یعنی کلیدهای من. Where are my keys؟ یعنی کلیدهای من. کجان فرض بگیرید که از خونه میخواید تشریف ببرید بیرون ولی کلیداتون رو پیدا نمی کنید از اهالی منزل میپرسید Where are my keys؟ کلیدای من کجان؟ حالا اگر آدم با نظمی باشید هر چیزی رو سر جای خودش بذارید از همون سر جای خودش میتونید پیدا بکنید و نیازی هم نیست که از کسی بپرسید Where are my keys? Where are my keys? Where were you? Where were you? Where اول یعنی کجا Where دوم یعنی بودن حالت جمعش یعنی گذشته آر Where were you؟ یعنی تو کجا بودی؟ مثلا فرض بگیرید که با دوست دخترتون، با دوست پسرتون، با همسرتون رفتین بیرون خرید و همسرتون چند لحظه گم و میشه تو شلوغی پیداش نمیکنید و بعدش وقتی که بهش برسیدید و پیداش کردید ازش میپرسید Where were you؟ کجا بودی؟ نگران شدی مثلا براش Where were you؟ Where were you؟ Where can I get a taxi? Where can I get a taxi? Taxi یعنی تاکسی میدونید. Get یعنی گرفتن. Get a taxi یعنی یک تاکسی بگیری. کی؟ I, من. I can get a taxi یعنی من میتونم یک تاکسی بگیرم حالا حالت سوالی فائلش جابجا جا میشه Can I get a taxi یعنی آیا من میتونم تاکسی بگیرم و وقتی که where در ابتداش استفاده میشه یعنی کجا من میتونم یک تاکسی بگیرم کجا میشه تاکسی گرفت میتونید از این عبارت وقتی استفاده کنید که از هتل مثلا تشریف وردید بیرون در یک کشور خارجی یا جایی که شما نمیشناسید محل رو از طرف میپرسید Where can I get a taxi؟ کجا میتونم یه تاکسی بگیرم؟ Where can I get a taxi؟ Where can I get a taxi؟ where do you have pain where do you have pain you have pain یعنی تو درد داری do you have pain یعنی آیا درد داری با فعل کمکی سوالی شده خدا نکنه درد داشته باشید where do you have pain یعنی کجا درد داری کجا درد میکنه مثلا خدای نکرده جاییتون درد میکنه؟ مادر محترمتون ازتون میپرسه؟ کجا درد میکنه عزیز دلم؟ Where do you have pain؟ کجا درد داری؟ کدوم قسمت بدن درد میکنه؟ Where do you have pain؟ Where do you have pain؟ Where is today's paper؟ Where is today's paper? paper یعنی کاغذ و به روزنامه هم گفته میشه. today یعنی امروز. تلفظش رو دقت بکنید دوستان. today نیست. today. today یعنی امروز. today's آپاستروفی اس گرفته برای بیان مالکیت زمان از آپاستروفی اس استفاده میکنیم today's paper یعنی کاغذ امروز، روزنامه امروز. today's paper یعنی روزنامه امروز where is today's paper یعنی روزنامه امروز کجاست دنبال روزنامه میگردید که بخونید مثلا اهل روزنامه خوندنید تشریف بردید گیشه ی روزنامه فروشی و از فروشنده میپرسید روزنامه امروز کجاست where is today's paper where is the toothpaste Where is the toothpaste? Tooth یعنی دندون Paste یعنی خمیر Toothpaste یعنی خمیر دندان THE برای این منظور استفاده شده که وقتی شما دارید سوال میپرسید اون خمیر دندون مخصوص که هر شب استفاده میکنید رو دارید میگید به خاطر همین از THE استفاده شده The toothpaste یعنی اون خمیر دندون مشخص Where is یعنی کجاست Where is the toothpaste? یعنی اون خمیر خمیردندون کجاست؟ خمیر کجاست؟ Where is the toothpaste? Where is the toothpaste? Where is the party? Where is the party? Bah, bah. پارتی یعنی مهمانی یا جشن the party یعنی اون جشن مشخص فرض بگیرید که کارت دعوت اومده و شما رو دعوت کردن به یک مهمانی و دارید در موردش با اعضای خانواده صحبت میکنید حالا براتون سوال پیش میاد اون مهمونی حالا کجا قراره برگزار بشه و میپرسید where is the party اون مهمونیه کجاست کجا قراره برگزار بشه where is the party Where is the party? Where should we go for dinner? Where should we go for dinner? Dinner, yani sham. De katpokon du sa dinner Dinner, dinner. Iesh, kuta hai bain, iva e. For yani baraye. go یعنی رفتن should یعنی باید we should go for dinner یعنی ما باید برای شام برویم و وقتی که سوالی میشه should میاد این ور where should we go for dinner یعنی ما برای شام کجا باید برویم where should we go for dinner do you know where Tina is Do you know where Tina is? Tina یعنی یک خانومی به اسم تینا. Where یعنی کجا. Do you know? No یعنی دانستن. Do you know یعنی آیا میدانی؟ آیا شما می دونید؟ Do you know where Tina is؟ یعنی آیا می دونی تینا کجاست؟ شما می تینا کجا رفته؟ Do you know where Tina is؟ Do you know where Tina is؟ Where can I buy a ticket? Where can I buy a ticket? Ticket یعنی بیلیت دقت بکنید دوستان نمیگم تیکت یا نمیگم تکت تکت بین ای و ای تکت تکت یعنی بیلیت بای یعنی خریدن Where can I buy یعنی من کجا میتونم بخرم چیو a ticket یه بیلیت مثلا فرض بگیرید میخواید مترو سوار شید میخواید بلیت بخرید where can i buy a ticket کجا میتونم یک بلیت بگیرم این عبارت رو معلومه که میتونید هر جا که بلیتیه استفاده کنید اتوبوس قطار مترو استادیوم سینما هر جا که بیلیتیه میتونید از این عبارت استفاده بکنید where can I buy a ticket where can i buy a ticket Where is the post office? Where is the post office? Office یعنی دفتر. باز هم دقت بفرمایید ارز نکردم. آفیس. آفیس. ایش بین ای و ای. آفیس یعنی دفتر. پست یعنی خب مشخصه پست. post office یعنی دفتر پست the post office یعنی اون دفتر پست مشخصی که شما دارید با مخاطبتون در موردش صحبت میکنید و دوتاتون میدونید کدوم دفتر پست where is the post office یعنی دفتر پست اون دفتر پست کجاست where is the post office where is the post office Where is Morris classroom Where is Morris classroom classroom یعنی کلاس درس دقت بکنید دوستان در مورد تلفظ کلاس کلاس نمیگم کلاس 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 یعنی کلاس کلاس یعنی کلاس درس اتاقی که درش کلاس برگزار میشه موریز آپاسورفی اس برای مالکیت مالکیت چیزی نسبت به انسان از آپاسورفی اس استفاده میشه موریز کلاس روم یعنی کلاس درس موری جایی که موری درس میده یا جایی که موری در اون کلاس شرکت میکنه where is موریز classroom؟ یعنی کلاس درس موری کجاست where is موریز classroom؟ Where is Morris classroom? Do you know where he went? Do you know where he went? Went گذشته فعل go. Go یعنی رفتن. Went یعنی رفت در زمان گذشته. Where که یعنی کجا؟ Do you know? یعنی آیا تو میدونی؟ Do you know where he went? او یه آقا میدونی کجا رفت؟ Do you know where he went? Do you know where he went? Where do I get the subway? Where do I get the subway? Subway یا metro دو قابل استفاده است. Subway یعنی مترو. The subway یعنی اون سابوی یا اون متروی مشخص که دارید در موردش صحبت میکنید. Get یعنی رسیدن یا در اینجا یعنی سوار شدن یا در اینجا دست یافتن. Where do I get the subway یعنی کجا میتونم به مترو برسم، بروم یا سوار بشم. Where do I get the subway? Where do I get the subway? Where is the nearest bank? Where is the nearest bank? Bank یعنی بانک در انگلیسی گفته میشه بانک. Near یعنی نزدیک. Nearest یعنی نزدیکترین the nearest bank یعنی نزدیکترین بانکی که ممکنه where is the nearest bank یعنی نزدیکترین بانک کجاست حالا شما میخواید پول جابجا جا کنید میخواید ببینید که نزدیکترین بانک کجاست where is the nearest bank where is the nearest bank Do you know where he lives? Do you know where he lives? live یعنی زندگی کردن و اینجا اس خاطر he گرفته چون سوم شخصه where he lives یعنی کجا زندگی میکنه do you know یعنی آیا تو میدونی do you know where he lives یعنی آیا میدونی او کجا زندگی میکنه do you know where he lives? Do you know where he lives? I wish I knew where he was. I wish I knew where he was was Kozashtiya is Yani Bud. نیو گذشته نو یعنی دانستن I wish I knew یعنی ای کاش من می دونستم Where he was یعنی جایی که او بود I wish I knew where he was یعنی ای کاش می دانستم او کجاست یا او کجا بود I wish I knew where he was I wish I knew where he was. Where can I get my baggage? Where can I get my baggage? Baggage یعنی بونه بار. Get یعنی گرفتن به دست آوردن در اینجا. My baggage یعنی بونه بار من، کول بار من، اساس من، کیفای من. Where can I get my baggage? یعنی من کجا میتونم بونه بارم رو بگیرم فرض بگیرید از هواپیما پیاده شدید حالا میخوایید برید بپرسید ببینید که کجا میتونید بگیجتون رو بگیرید بارتون رو بگیرید Where can I get my baggage? Where can I get my baggage? Where did you find the key? Where did you find the key? کی یعنی کلید the key یعنی اون کلید مشخص find یعنی پیدا کردن you find the key یعنی تو کلید رو پیدا کردی حالا برای سوالی کردنش از did استفاده کرده did you find the key یعنی آیا کلید رو پیدا کردی where did you find the key یعنی کجا کلید رو پیدا کردی تو کجا کلید رو پیدا کردی Where did you find the key? Where did you find the key? Where do I pay for the gas? Where do I pay for the gas? gas yes, یعنی گاز و به بنزین هم گفته میشه the gas یعنی اون بنزینی که زدم فرض بگیرید تشریف بردید پمپ بنزین و بنزین زدید حالا نمیدونید که کجا باید پول رو پرداخت بکنید pay یعنی پرداخت کردن where do I pay for the gas یعنی کجا باید برای بنزین پول بدم پرداخت کنم با کارت اعتباری با پول نقد کجا باید پرداخت کنم where do I pay for the gas Where do I pay for the gas? Where is the ticket office? Where is the ticket office? Office yani daftar, ticket yani bilit. The ticket office یعنی اون دفتر بیلیت مشخص اون جای مشخصی که بیلیت فروخته میشه و شما و مخاطبتون میدونید منظور کدوم دفتر فروش بلیته Where is the ticket office یعنی دفتر فروش بیلیت یا بیلیت کجاست Where is the ticket office Where is the ticket office Where did you see Nancy? Where did you see Nancy? Nancy یعنی نانسی خانم نانسی سی یعنی دیدن Where did you see Nancy? یعنی تو نانسی رو کجا دیدی؟ Where did you see Nancy? Where did you see Nancy? Where did you see them? Where did you see them? Them یعنی آنها را اونا رو see یعنی دیدن Where did you see them? یعنی تو اونا رو کجا دیدی؟ Where did you see them? Where did you see them? Where did the accident happen? Where did the accident happen? happen یعنی رخ دادن اتفاق افتادن. Accident یعنی تصادفت. The accident یعنی اون تصادف مشخص. چرا نگفتم the accident؟ هر وقت بعد از THE حرف صدادار گفتاری بیاد مثل accident که در اینجا اه در این موارد به جای the میگیم the پس میگیم the accident the accident یعنی اون تصادف مشخص where did the accident happen یعنی اون تصادف کجا اتفاق افتاد where did the accident happen where did the accident happen

Good Chinese food یعنی غذای چینی خوب حالا من بعید می دونم چینی کلن خوب باشه سوسکو، خرچنگ و گرباگو هر چی که میاد آد می خورن. بگذاریم Where can I find good Chinese food؟ یعنی من کجا می تونم قضای چینی خوب پیدا بکنم Where can I find good Chinese food؟ Where can I find good Chinese food؟ Where did you go to high school? Where did you go to high school? High یعنی بالا، school یعنی مدرسه، high school یعنی دبیرستان. دوستان دقت بکنید، high school. High میچسبه به S در school. High school. پس نمیگم high school. high school high school, یعنی دبیرستان where did you go یعنی تو کجا رفتی where did you go to high school یعنی تو کجا به دبیرستان رفتی دبیرستان کجا می رفتی دبیرستانت کجا بود where did you go to high school where did you go to high school Where would you like to go? Where would you like to go? Like یعنی دوست داشتن. You would like یعنی تو دوست داری تو مایلی که چی؟ To go که بروی. Where would you like to go? حالت سوالی با کجا. یعنی تو دوست داری به کجا بری. دوست داری بری کدوم کشور زندگی بکنی. امیدوارم هر جایی که تو سرتونه هر جایی که آرزو دارید بهش بپرسید و بتونید در اونجا در یک کشور آزاد در یک کشور امن زندگی بکنید با سلامتی where would you like to go where would you like to go where is the emergency exit where is the emergency exit exit یعنی خروج emergency یعنی استراری the emergency exit یعنی خروج استراری مشخص که دارید در موردش صحبت میکنید where is the emergency exit یعنی خروج استراری کجاست میخواید سریع از پاساژ مثلا خارج بشید خروج استراری نمیدونید کجاست بعضی از مراکز فروش خروج سریع و استراری دارن سریع میخواید برید بیرون مثلا دزگیر ماشینتون صداش در اومده سریع میخواید برید بیرون Where is the emergency exit؟ بسیار همالی حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله و عبارت رو با منظور و هدف یادگیری خودتون بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Where is the emergency exit? Where is the emergency exit? That is where the problem is. That's where the problem is. Problem, yani ale mushkel. Nagoftam, pidoplim. problem problem بین P و آر صدا نداریم ساکنه problem یعنی مسئله مشکل the problem یعنی اون مسئله اون مشکل that یعنی آن that is یعنی آن است where در اینجا دیگه به معنی کجا نیست در اینجا به معنی جایی که that's where یعنی اونجا جایی که the problem is مشکل نهفته است مشکل قرار داره That's where the problem is یعنی اون جاییه که مشکل اونجاست That's where the problem is That's where the problem is Where are your credit cards? where are your credit cards card یعنی کارت ما تو فارسی میگیم کارت در انگلیسی میگن کارد card. cards یعنی کارت ها credit ببینی دوستان credit کردیت نمیگم بین سی و آر صدا نداریم credit یعنی اعتبار اعتباری credit cards یعنی کارت های اعتباری your credit cards یعنی کارت های اعتباریه تو Where are your credit cards یعنی کارت های اعتباریت کجان خانومتون از شما میپرسه کارت های اعتباریت کجاست باز میخواد بره خرید پولا رو بده بعد فنا و خرید کنه Where are your credit cards Where are your credit cards? Where are your credit cards? Where can I find toothpaste? Where can I find toothpaste? Toothpaste یعنی خمیر دندان، find یعنی پیدا کردن، where can I find یعنی کجا من میتونم پیدا کنم چی رو؟ Toothpaste خمیر دندون، دارید در به در دنبال خمیر دندون میگردید، پیدا بکنید، خدای نکرده مسواکی به دندوناتون بزنید. Where can I find toothpaste? Where can I find toothpaste? Where did Tata find the money? Where did Tata find the money? The money یعنی اون پول مشخص میدونید که money یعنی پول money money sweeter than honey پول از اصلم شیرینتره. امیدوارم همراه با پول سلامتی و خوشی هم داشته باشید همه چی پول نیست ولی پول قطعا مهمه The money یعنی اون پول مشخص Find یعنی پیدا کردن تاتا یعنی یک خانومی به اسم تاتا Where did تاتا find the money یعنی تاتا کجا پول رو پیدا کرد Where did تاتا find the money Where did Tata find the money? Where did you see that woman? Where did you see that woman? Woman, yani khanum, talafoz dobeli ro ke darid. Lapha halat بوسه That, yani یعنی on. Dekat bokone, dostan. That. زبون زیر نیش دندون بالا برای تلفظ تی ایچ و میگید ز زنبور ز ز یعنی آن سی یعنی دیدن where did you see یعنی کجا دیدی تو کجا دیدی that woman اون خانوم رو where did you see that woman یعنی اون خانوم رو کجا دیدی آن زن رو کجا دیدی where did you see that woman Where did you see that woman Where is the police station Where is the police station station yani iska پلیس یعنی پلیس در مورد تلفظ پلیس دقت بکنید دوستان اکثر زبان آموزا به جای اینکه بگن پلیس میگن پلیس یا مثل هتل باید تلفظ بشه میگن هتل استرس روی بخش دومه یعنی روی لیس در پلیس پلیس یعنی پلیس پلیس استیشن یعنی مرکز پلیس آقا چرا اینجوری میگی چرا میگی پلیس استیشن پس اس در استیشن چی میشه عزیز دلم اولا که استیشن نیست ستیشن ا نداره اولش دوما وقتی که دو تا کلمه که کنار هم میان اولی با سه تموم میشه دومی با سه شروع میشه یک کیش گفته میشه در گفتار وقتی که شما ممکنه که بشنوید یه دونه بیشتر شنیده نمیشه پس میشه پلیس استیشن یعنی مرکز پلیس the police station یعنی مرکز پلیس مشخص که شما و مخاطبتون میدونید کدوم مرکز پلیسه where is the police station یعنی مرکز پلیس کجاست امیدوارم که هرگز گذرتون به پلیس و مرکز پلیس نخوره و زندگی بسیار خوبی داشته باشید. Where is the police station? Where is the police station? Where is the south terminal? Where is the south terminal? Terminal یعنی ترمینال South یعنی جنوب در مورد تلفظ TH دقت بکنید South زبان شما زیر دندون نیش بالا سعی میکنید بگید س س, 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 س س سارا South یعنی جنوب The South Terminal یعنی ترمینال جنوب Where is the South Terminal یعنی ترمینال جنوب کجاست فرض کنید که میخواید تشریف ببرید Terminale Junub you know? Where is the South Terminal? Where is the South Terminal? Terra advised me where to stay. Terra advised me where to stay. Stay, Yani. اقامت داشتن یا ماندن where to stay یعنی جایی که باید بمونیم پس اینجا where به معنی جایی که ترا یعنی یه خانومی به اسم تارا advice یعنی توصیه کردن advised می یعنی مرا توصیه کرد به من گفت به من نصیحت کرد به من توصیه کرد where to stay که کجا بمانم در مورد تلفظ to stay دقت بکنید تو میرسه به یک بی صدا یعنی ابتداش بی صداست پس نمیگیم to stay to stay ترا advised me یعنی ترا یا تارا به من توصیه کرد where to stay که کجا بمونم که کجا اقامت داشته باشم ترا advised me where to stay ترا advised me where to stay Julie asked Mori where he lived. Julie asked Mori where he lived. live یعنی زندگی کردن lived یعنی زندگی کردن در زمان گذشته where he lived یعنی جایی که او زندگی کرد کی موری موری جایی که زندگی کرده Julie asked asked گذشته ask یعنی پرسیدن پرسش کردن درخواست کردن جولی اسکت موری یعنی جولی از موری پرسید where he lived که کجا زندگی می کرد جولی اسکت موری where he lived جولی اسکت موری where he lived where did you go last sunday Where did you go last Sunday? Sunday یعنی یک شنبه. Last یعنی آخرین یا گذشته در اینجا. Go یعنی رفتن. Where did you go? یعنی تو کجا رفتی؟ Last Sunday آخرین یک شنبه یا یک شنبه گذشته. Where did you go last Sunday? یعنی یک شنبه گذشته کجا رفتی؟ Where did you go last Sunday? Where did you go last Sunday? Where did you live last year? Where did you live last year? Last year یعنی پارسال Year یعنی سال Last یعنی آخرین یا پارسال ما در فارسی بهش میگیم Live یعنی زندگی کردن Where did you live یعنی کجا زندگی کردی Where did you live last year یعنی پارسال کجا زندگی کردی Where did you live last year Where did you live last year? Where is the nearest bus stop? Where is the nearest bus stop? Stop, yani توقف your ya, iska. Bus, yani utubus. Bus stop, ya bus stop. یعنی ایستگاه اتوبوس همونطور که گفتیم وقتی که کلمه با س یا اس تموم بشه بعدی با اس شروع بشه یه دونه سه بیشتر در انگلیسی شما نمیشنوید وقتی که روون و نرمال گفته میشه باستاب یعنی اسکاه اتوبوس نیر یعنی نزدیک نیئرست یعنی نزدیک ترین the nearest bus stop یعنی نزدیک ترین اسکاه اتوبوس where's the nearest bus stop یعنی نزدیک ترین اسکاه اتوبوس کجاست where is the nearest bus stop where is the nearest bus stop Where can we get what we want? Where can we get what we want? Want یعنی خواستن We یعنی ما What یعنی چه چیزی یا آنچه Get یعنی گرفتن یا به دست آوردن We یعنی ما where که یعنی کجا چند تا دابلیو داره و تمرین بسیار خوبیه که لبهاتون رو قنچه کنید و این عبارت رو بخونید what we want یعنی آن چیزی که ما میخوایم get what we want یعنی به دست آوردن اون چیزی که میخوایم where can we get what we want یعنی ما کجا میتونیم اون چی که میخوایم رو به دست بیاریم یا بگیریم where can we get what we want Where can we get what we want? Where did you get on this bus? Where did you get on this bus? This yani یعنی in, bus yani یعنی otobus, get on this bus yani یعنی سوار این اتوبوس شدن. Where did you get on? یعنی کجا سوار شدی؟ This bus یعنی این اتوبوس. فرض بگیرید شما توی اتوبوسید، طرف از شما میپرسه یا از شما از طرف میپرسید Where did you get on this bus? کجا سوار این اتوبوس شدی؟ کدوم ایستگاه سوار این اتوبوس شدی؟ Where did you get on this bus? Where did you get on this bus? Where have you been up to now? Where have you been up to now? Now یعنی اکنون Up to now یعنی تا الان تا اکنون Where have you been یعنی تو کجا بوده ای Where have you been up to now یعنی تا الان کجا بودی تا الان در کجا در حال سپری کردن وقتت بودی Where have you been up to now Where have you been up to now? Where should I put my baggage? Where should I put my baggage? Baggage yani bonnebar. My baggage yani bonnebar A e man. Put yani goza should یعنی باید where should I put یعنی من کجا باید بذارم چی رو my baggage بونه بارم رو where should I put my baggage where should I put my baggage Where should I put my, I put my laundry? Where should I put my laundry? Laundry دو تا معنی داره. هم معنی لباس چرکا رو میده هم معنی لباس شستن با ماشین. My laundry یعنی لباس چرکای من. Put یعنی قرار دادن یا گذاشتن. Where should I put? یعنی من کجا باید بذارم؟ چی رو؟ Lebas my laundry Lebas where should i put my laundry Levas chirkamo at koga where should i put my laundry Where should i put my laundry Where will the bus pick us up Where will the bus pick us up? Pick up یعنی رفتن و سوار کردن. Bus یعنی اتوبوس. Us یعنی ما را. Where will یعنی کجا آن اتفاق خواهد افتاد چی the bus pick us up اتوبوس بیاد و ما را سوار کنه مثلا فرض بگیر یه تور تشریف بردید حالا میخواید از راننده بپرسید که اتوبوس کجا میآید و ما را سوار میکند میگید که where will the bus pick us up کجا اتوبوس ما را سوار خواهد کرد where will the bus pick us up where will the bus pick us up I asked Peter where he was going. I asked Peter where he was going, where he was going. یعنی جایی که dasht میرفت. I asked یعنی من پرسیدم. I asked Peter where he was going. یعنی من از پیتر پرسیدم که کجا داشت میرفت. I asked Peter where he was going. I asked Peter where he was going. Nobody knows where Mori has gone. Nobody knows where Mori has gone. Mori has gone یعنی yani Mori رفته است. Where یعنی کجا یا جایی که nobody یعنی هیچ کس Anybody یا everybody یعنی همه کس Nobody یعنی هیچ کس No یعنی دانستن Nobody knows یعنی هیچ کس نمی داند. حالا چرا اس گرفته؟ اینجوری قاعدش وقتی که Nobody اومد بعدش فعلش اگر قرار استفاده بکنید اسم میگیره Nobody knows یا Anybody knows یا yeah, everybody knows این شکلیه اس سوم شخص میگیره nobody knows یعنی هیچ کس نمیدونه where موری has gone که موری کجا رفته است nobody knows where موری has gone هیچ کس نمیدونه که موری از دست شماهایی که مثالها رو در قسمت کامنت نمینویسید و با صدای رسا تکرار نمی کنید هیچ کس نمیدونه موری کجا رفته nobody knows where مری has gone Nobody knows where Morrie has gone. تیرا اسکت موری ویر جیسی واز. تیرا اسکت موری ویر جیسی واز. واز یعنی بود گذشته یه ایز. جسی جیسی واز یعنی جایی که خانوم جیسی بود. تیرا یعنی خانوم تارا. Asked Mori, "Yani as Mori por Terra asked Mori, "Yani Terra as Mori por where Jesse was." Ke Jesse bood Terra asked Mori where Jesse was. Terra asked Mori where Jesse was. Mom asked me where I was going. Mom asked me where I was going. I was going یعنی من داشتم میرفتم. Where I was going یعنی جایی که من داشتم میرفتم. Mom یعنی مامان. امیدوارم که ماماناتون همیشه سالم و خوشحال در کنارتون باشه. asked یعنی پرسیدن در زمان گذشته مام اسکت می یعنی مامان از من پرسید where I was going که من داشتم کجا میرفتم مامانا کارشونه دیگه همش میپرسن کجا میری؟ کجایی؟ همش نگرانن نگران شما امیدوارم که سایه مادرتون بالای سرتون باشه mom asked me where I was going mom asked me where I was going Tell me exactly where she lives. Tell me exactly where she lives. Live یعنی زندگی کردن. Lives اسه سوم شخص به خاطر she گرفته. اون خانومه. Where she lives یعنی جایی که او زندگی میکنه. Exactly یعنی دقیقاً. Exact یعنی دقیق. Exactly یعنی دقیقاً. tell یعنی گفتن در ابتدا اومده امریه tell me به من بگو exactly دقیقا where she lives که او دقیقا کجا زندگی میکنه فرض کنید که یه خانومی دیدید که میخواد بدونید دقیقا کجا زندگی میکنه از طرف این پرسید tell me exactly where she lives دقیقا بگو کجا زندگی میکنه میخواید آمارش رو در بیارید tell me exactly where she lives Tell me exactly where she lives. Where are you planning to stay? Where are you planning to stay? Stay یعنی ماندن اقامت داشتن. Plan یعنی برنامه داشتن. Where are you planning to stay? یعنی تو داری برنامه میچینی که کجا بمونی کجا قصد داری که بمونی where are you planning to stay where are you planning to stay where did you find this wallet where did you find this wallet Wallet یعنی کیف پول. This wallet یعنی این کیف پول. Find یعنی پیدا کردن. Where did you find یعنی کجا پیدا کردی this wallet این کیف پول رو. Where did you find this wallet? Where did you find this wallet? Where will you have lunch today? Where will you have lunch today? Lunch yani nahar, today yani emrooz, where will you have yani koja khahi dasht? و در اینجا have به معنی خوردنه یعنی غذا رو داری وقتی هم طبیعتا غذا داره معطل نمیکنه میخوره Where will you have lunch today یعنی امروز نهار را کجا خواهی خورد یا امروز نهار را کجا خواهی داشت Where will you have lunch today Where will you have lunch today Where would you like to go next? Where would you like to go next? Next, yani badi. Go, yani rafdan. You like to go, yani toodustari beri. Where would you like to go next? یعنی بعدا دوست داری که به کجا بری یا بعد تو مایلی به کجا بروی مثلا فرض بگی شما میگی من میخوام برم فرانسه بعد طرف میگه بابات قد آدامسه سه نه خیلی میگه که خب حالا رفتی فرانسه بعدش میخوای بری کجا میگه where would you like to go next بعد از فرانسه کجا میخوای بری مثلا میگه میخوام برم مادرید به مادرید برم where would you like to go next حالا من از شما میپرسم فرض بگیریم که شما تشریف بردید لندن من از شما میپرسم Where would you like to go next؟ بعدش میخوای بری کجا؟ در قسمت کامنت بنویسید ببینیم که کجا میخواید برید Where would you like to go next؟ Where would you like to go next؟ No matter where I go I get lost. No matter where I go, I get lost. Lost یعنی گم شدن. Get lost یعنی گم شدن. یعنی طرف میگه که از این خودش یک عبارته. Get lost یعنی گم شو. حالت امریه. حواستون باشه جایی نگید. I get lost یعنی من گم میشم. No matter یعنی مهم نیست. No matter where I go یعنی مهم نیست من کجا برم I get lost من گم میشم احتمالا بنده خدایی جر بلد نیست No matter where I go I get lost مهم نیست کجا برم هر جا برم گم میشم No matter where I go I get lost No matter where I go I get lost Where do I have to change trains, Where do I have to change trains? Where do I have to؟ یعنی من کجا باید چی چنج، تغییر بدم، عوض بکنم چی رو؟ Trains، قطارها رو مثلا فرض کنید که توی لندن مترو سوار شدید حالا میخواید مترو رو عوض بکنید از طرفی پرسید که کجا میتونم قطارها رو عوض بکنم مثلا به جای این که برید منچستر، برید ویلز Where do I have to change trains؟, Where do I have to change trains? Where would you like to go first? Where would you like to go first? First یعنی اولین یا اول where would you like یعنی جایی که تو دوست داری to go که بروی where would you like to go یعنی کجا دوست داری بروی؟ First اول اول همه دوست داری کجا بری؟ کدوم کشور دوست داری بری بگردی؟ من از شما میپرسم Where would you like to go first؟ اول همه دوست داری بری کدوم کشور رو بگردی؟ در قسمت کامنت برامون بنویسید که دوست دارید که اول همه برید کدوم کشور رو بگردید امیدوارم همون براتون اتفاق بیفته Where would you like to go first? Where would you like to go first? Mori does not know where Tara lives. Mori doesn't know where Terra lives. Lives یعنی او زندگی می کند چون اس سوم شخص گرفته ترا یعنی خانم تارا Where ترا lives یعنی جایی که ترا یا تارا زندگی میکنه کنه Morey doesn't know یعنی موری نمی دونه موری بلد نیست where Tara lives یعنی جایی که تارا زندگی میکنه رو موری doesn't know where Tara lives یعنی موری نمیدونه تارا کجا زندگی میکنه موری doesn't know where Tara lives موری doesn't know where Tara lives Where have you been all this time? Where have you been all this time? Time یعنی زمان. This time یعنی این بار یا این دفعه این زمان. All this time. All یعنی همه. all this time یعنی همه این زمان همه این مدت where have you been یعنی تو کجا بوده ای where have you been all this time یعنی تمام این مدت کجا بوده ای where have you been all this time where have you been all this time Do you know where your father went? Do you know where your father went? went یعنی گذشته go گو, یعنی رفت father یعنی پدر your father went یعنی پدرت رفت do you know یعنی آیا میدونی where your father went جایی که پدرت رفت یا یعنی خیلی ساده تر do you know where your father went یعنی آیا میدونی پدرت کجا رفت؟ do you know where your father went do you know where your father went do you know where julie and peter are do you know where julie and peter are are yani hastan julie and peter جولی و پیتر رو میگه where جایی که یا کجا do you know where julie and peter are یعنی آیا میدونی جولی و پیتر کجان فقط امیدوارم که جای بدی نرفته باشن هر حال خدا به خیر کنه do you know where julie and peter are do you know where julie and peter are I don't remember where I put my key. I don't remember where I put my key. کی یعنی کلید. گفتیم نگید کی. کی. My key یعنی yani کلیدم. put یعنی قرار دادن where I put my key یعنی جایی که کلیدم رو قرار دادم I don't remember remember یعنی به یاد داشتن I don't remember یعنی به یاد ندارم یادم نمیاد I don't remember یعنی یادم نمیاد where I put my key یعنی یادم نمیاد کلیدم رو کجا گذاشتم اگه جای مشخص برای هر چیزی در زندگیتون داشته باشید هرگز اون رو گم نخواهید کرد I don't remember where I put my key. I don't remember where I put my key. That's the house where Terra was born. That's the house where Terra was born. was born یعنی به دنیا آمده where Tara was born یعنی جایی که ترا به دنیا آمده that's the house یعنی این همون خونه یه که where Tara was born که تارا در اونجا به دنیا آمده that's the house where Tara was born that's the house where Tara was born Where there is a will, there is a way. Where there's a will, there is a way. Where یعنی جایی که there is یعنی آنجا وجود دارد. A will. Will در اینجا به معنی خواسته آرزوه. There is a will یعنی خواسته ای وجود داره. آرزویی وجود داره. where there is a will یعنی جایی که خواسته وجود داشته باشه there is آنجا وجود دارد a way یک راه به 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 یعنی چی؟ یعنی جایی که خواسته وجود داشته باشه آرزوی طرف داشته باشه به هر حال راهی برای رسیدن به اون آرزو وجود داره امیدواریم که راه ها به سمت آرزوهای شما باز باشه و به آرزوهاتون برسید Where there's a will, there is a way. Where there's a will, there is a way. Your shoes are here. Where are mine? Your shoes are here. Where are mine? Your shoes یعنی کفش های تو are here. Here یعنی اینجا. Your shoes are here. یعنی کفش های تو اینجا. Where are mine? Mine یعنی مال من. Where are mine? یعنی مال من کجا؟ کفش های من کجا؟ Your shoes are here. Where are mine? Your shoes are here. Where are mine? Where did you find that strange thing? Where did you find that strange thing? think یعنی چیز. Strange یعنی عجیب قریب. That strange thing یعنی اون چیز عجیب قریب. Where did you find یعنی کجا پیدا کردی؟ Where did you find that strange thing یعنی اون چیز عجیب قریب o کجا پیدا کردی؟ Where did you find that strange thing? Where did you find that strange thing? Mom asked Peter if he knew where Julie lived. Mom asked Peter if he knew where Julie lived. ما یعنی مامان اسکت پیتر از پیتر پرسید اف هی نیو که آیا او میداند where جولی lived که جولی کجا زندگی میکرد مام آسکت پیتر اف هی نیو where جولی lived مادر از پیتر پرسید که آیا او میداند جولی کجا زندگی میکرد مام آسکت پیتر اف هی نیو where Julie lived ke Julie koja مام اسکت پیتر افی نیو ویر جولی لیفد. داد تولد سیرا ویر تو پوت ده باگ. داد تولد سیرا ویر تو پوت ده باگ. داد یعنی بابا. تولد یعنی گفت در زمان گذشته. گذشته یه تل. Dad told Sarah یعنی پدر به سارا گفت بابا به سارا گفت Where to put یعنی جایی که باید بذاره چی رو بذاره؟ The bag کیفشو Dad told Sarah where to put the bag یعنی بابا به سارا گفت کیف را کجا بگذارد Dad told Sarah where to put the bag Dad told Sarah where to put the bag. This is the house where she used to live This is the house where she used to live. This is the house yani این همون خونه که where جای که she o خا. used to یعنی کاری که در زمان گذشته انجام میشده اما الان دیگه انجام نمیشه live یعنی زندگی کردن she used to live یعنی او زندگی می کرده یه مدتی رو اما الان دیگه انجام نمیده الان دیگه زندگی نمیکنه this is the house یعنی این همون خونه یه که where she used to live که او در آنجا زندگی می کرد this is the house where she used to live This is the house where she used to live Can you still remember where we first met Can you yani, still remember where we first met? Can you yani Oyotomituni still Hanus, to son the nag of still. نه ایش ای کوتاه بین ای و ا اسش هم در ابتدا ا نمیگیره still still یعنی هنوز can you still یعنی آیا تو هنوز میتونی چی remember به یاد بیاوری where جایی که we ما first برای اولین بار met ملاقات کردیم met گذشته ی meet ملاقات کردن Can you still remember where we first met? یعنی آیا هنوز میتونی به یاد بیاری ما اول کجا هم دیگر رو ملاقات کردیم؟ خانوم از این سوال ها زیاد میپرسن. حواستون باشه که بتونید جواب درستی بهش بدید. Can you still remember where we first met? Can you still remember where we first met? Have you been told where to park your car? Have you been told where to park your car? Have you been told ساختار پسیو have you been told یعنی آیا به شما گفته شده است where جایی که to park که ماشینتونو پارک کنید your car ماشینتون رو have you been told where to park your car یعنی yani, آیا به شما گفته شده که ماشینتونو کجا پارک کنید have you been told where to park your car have you been told where to park your car I often think about the place where I met you. I often think about the place where I met you. I often یا I often هر دو تلفظ درسته. Think یعنی فکر کردن. Think نیست دا. عزیزان think نیست. وقتی بگی think یعنی که شما در سواد بسیار پایین انگلیسی قرار دارید. think زبونتون زیر نیشه دندون بالا و سعی میکنید بگید سه سه سارا میشه think think ایشم هم ایه کوتاه بین ای و ا think پس think think این چیزا نیست I often think یعنی من اغلب فکر میکنم پس often شد اغلب about در مورد the place جایی که اون جای مشخص که where I met جایی که من تو رو ملاقات کردم در زمان گذشته met گذشته meet یعنی ملاقات کردن you تو رو I often think about the place where I met you یعنی من اغلب در مورد جایی که تو رو ملاقات کردم فکر می کنم I often think about the place where I met you I often think about the place where I met you. بسیار همالی دمتون گرم بسیار سپاس گذاریم که وقت گذاشتید این درس رو کار کردید تمرین کردید وقت گذاشتید با این درس بی نهایت سپاس گذاریم از همراهی شما عزیزان همراه آرزوی تندرستی و خوشحالی برای شما داریم دوستان فقط فراموش نکنید اگر واقعا هدفتون یادگیریه و واقعا اگر میخواید از زمانی که برای دیدن و استفاده و تمرین با کلیپ ها میگذارید بهره کافی رو ببرید حتما عبارت و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و هنگام تکرارشون صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و بتونید اون رو رفع بکنید در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید باز هم سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان امیدواریم که روزهای بسیار بهتر و بهتری در انتظار شما عزیزان باشه و هر روزتون بهتر از روزتون باشه آرزوی خوشی و تندرستی برای شما عزیزان و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم